به نام ایزدمنان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. مسلم شیرزاد: ابراهیم الکوزای به جنرال دوستم، تو یک مفسد و خائن هستی. 15 طالب تا کلاب فرارت داده بود. در امین حال جنرال دوستم دیروز 4 مقام حکومتی را به حضور نپذیرفت. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان 4 مقام حکومتی را به حضور نپذیرفت. به گزارش اسپوتنیک به نقل سلام وطندار، عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان دیدار با وزیران مالیه، انرژی و آب، معدن و پترولیم و رئیس شرکت برشنا را رد کرد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، محمد گل سرپرست وزارت انرژی و آب، عنایت الله مومن سرپرست وزارت معدن و پترولیم و امان الله غالب رئیس شرکت برشنا که به منظور گشایش یک نیروگاه برق و جوزجان سفر کرده بودند و میخواستند با آقای دوستم دیدار کنند، اما معاون نخست ریاست جمهوری این دیدار را رد کرد. بشیر احمد تعین سخنگوی حزب جنبش ملی میگوید وزیران حکومت پیام رئیس جمهور غنی را با آقای دوستم آورده بودند، به همین دلیل معاون نخست ریاست جمهوری این دیدار را رد کرد. به گفته آقای تعین، معاون نخست ریاست جمهوری گفته است حال زمان مناسب برای دیدار نیست. آغاز گفتگوهای پنهانی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر. گزارشات برخی منابع از آغاز گفتگوهای محرم میان خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر خبر می‌دهد. با گزارش اسپوتنیک با نقل از خبرگزاری جمهور، منابع آگاه از روند گفتگوهای صلح افغانستان می‌گویند که زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. به گفته این منابع، آقای خلیلزاد همکنون مذاکرات خود پیرامون روند صلح افغانستان را با نمایندگان طالبان آغاز کرده است. بر اساس معلومات منابع، این گفتگوها به شکل پنهانی ادامه خواهد داشت و احتمال می رود تا پایان این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آغاز دوباره مذاکرات رسمی امریکا و طالبان را اعلام کند. گفتنی است که نزدیک به 2 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا پس از کشته شدن یک سرباز امریکایی در کابل، مذاکرات امریکا و گروه طالبان که 9 دور ادامه پیدا کرده بود و دو طرف در آستانه امضای توافقنامه صلح قرار داشتند را لغو اعلام کرد. اما هفته گذشته امریکا و طالبان پس از توافق دولت افغانستان 3 عضو برجسته گروه طالبان را که در زندان افغانستان به سر میبرند را با 2 استاد دانشگاه امریکایی افغانستان که در بند طالبان بودند تبادله کردند. پس از این تبادله، خوشبینی ها از آغاز مذاکرات دوباره امریکا و طالبان و مذاکرات رسمی بین الافغانی افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که پس از این تبادله اداره او روی توافقنامه صلح با طالبان کار میکند. از سوی دیگر دونالد ترامپ پس از تبادله زندانیان طی یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از همکاری او در این زمینه تشکری کرده است. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه در این باره گفته است که در این مکالمه تفصیلی تلفنی سران دو کشور در مورد پروسه صلح و پیشرفت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند. آقای ترامپ از همکاری آقای غنی به خاطر رهایی دو تن از استادان دانشگاه امریکایی افغانستان ابراز امتنان کرد. هر دو جانب پیشرفت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در عرصه های مختلف بویجه در شکست داعش در ولایت ننگرهار مورد تمجید قرار دادند. در اخیر این مکالمه تلفنی رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور غنی به خاطر یک سفر رسمی به ایالات متحده امریکا دعوت کرد که از سوی رئیس جمهور افغانستان پذیرفته شد. استقبال خلیلزاد از رهایی 10 سرباز از بند طالبان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان رهایی 10 سرباز را یک اقدام خوب به سوی یک تفاهم سیاسی خوانده است.
با گزارش سپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در تویت نوشت از روهای 10 سرباز افغان توسط طالبان استقبال کرده و آن را یک اقدام خوب به سوی یک تفاهم سیاسی می خوانند. امیدوارم که این اقدامات منجر به کاهش خشونت ها در کشور شود و بتواند که پیشرفت سری را به سوی یک تفاهم سیاسی که در آن دولت افغانستان، طالبان و دیگر بزرگان شامل باشند فراهم بکند. این در حالی است که روز گذشته این سربازان به کمیته جهانی صلیب سرخ تسلیم داده شدند تا از سوی این کمیته به دولت سپرده شوند. رویا موسوی، سخنگوی صلیب سرخ افغانستان، در گفتگو با سپوتنیک این خبر را تایید کرده بود. وای افزوده بود که کمیته صلیب سرخ سربازان را در ولسوالی نهر سراج از گروه طالبان تسلیم شده و آنان را به مقام ولایت هلمند تسلیم کرده است. موسوی افزود کمیته جهانی صلیب سرخ به عنوان یک نهاد غیر جانبدار و بی‌طرف عمل کرده و در مذاکرات بر سر رهایی این سربازان هیچ نقشی نداشته، بلکه تنها در انتقال و سپردن آنها به دولت سهم داشته است. کمیته صلیب سرخ از نهادهای بشردوستانه است که کارمندان آن از سوی گروه طالبان مسئولیت جانی دارند. غنی در تماس تلفنی با ترامپ، اول آتش بس بعد مذاکرات صلح. ترامپ به خاطر رهایی دو تن از استادان دانشگاه آمریکایی از رئیس جمهور افغانستان تشکری کرد. با گزارش سپوتنیک، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید که این گفتگوی تلفنی شام روز گذشته میان ترامپ و رئیس جمهور غنی انجام شده است. آقای صدیقی در صفحه تویترش نوشته است: رئیس جمهور غنی در خصوص پلان 7 مدعی صلح حکومت افغانستان به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معلومات داد و در مقابل رئیس جمهور ترامپ در رابطه با پروسه صلح بر حتمی بودن آتش بس منحیث پیش شرط برای صلح تاکید کرد و گفت برای این که پروسه صلح به موفقیت برسد، مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در آن حتمی است و از امین حالا باید آغاز گردد. آقای صدیقی می افزاید که رئیس جمهور امریکا از همکاری رئیس جمهور افغانستان به خاطر رهایی دو تن از استادان این کشور تشکری کرده است. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری، پیشرفت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عرصه های مختلف با ویژه در شکست داعش در ننگرهار را مورد تمجید قرار دادند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در یک سفر در امارات متحده عربی به سر می برد و از سوی دونالد ترامپ برای سفر به واشنگتن دعوت شده است. به گفته آقای صدیقی، این دعوت از سوی رئیس جمهور افغانستان پذیرفته شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در تماس تلفنی از رئیس جمهور غنی خواسته است که با آمریکا سفر کند. این تماس تلفنی شام روز گذشته انجام شد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این مکالمه تلفنی سران دو کشور در مورد پروسه صلح و پیشرفت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند. در خبرنامه همچنین آمده است هر دو جانب پیشرفت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در عرصه های مختلف به ویژه شکست داعش در ولایت ننگرهار مورد تمجید قرار دادند. ارگ ریاست جمهوری با اشاره به پلان 7 مدعی صلح دولت افغانستان گفته است که رئیس جمهور پیرامون این طرح خود با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده و در مقابل ترامپ نیز در رابطه با پروسه صلح بر حتمی بودن آتش بس به حیث پیش شرط برای صلح تاکید کرده است. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور همکنون روی یک توافق تازه با طالبان کار میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز گفته است که آمریکا در حال کار روی یک توافقنامه با طالبان است و دیده شود چه چیز اتفاق میافتد. او همچنان از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفته تاکید کرده است. در گذشته به یک توافق نزدیک شده بودیم، اما طالبان فکر کردند که کشتن انسان خوب است. آنها فکر میکردند که با این کار موضع پرقدرت در مذاکرات خواهند داشت، به همین دلیل 12 تن را کشتند. آقای ترامپ اما روشن نساخت که چگونه کار روی یک توافق میان آمریکا و طالبان ادامه دارد، زیرا پس از توقف گفتگوها با طالبان در 2 ماه گذشته خبری از برگزاری نشست میان نمایندگان دو طرف و گونه رسمی پخش نشده است. این اظهارات ترامپ پس از آن مطرح می شود که مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه قطر پس از نودر و نزدیک شدن به توافقنامه توسط ترامپ متوقف شد.
هرچند برخی از آوازه‌ها درباره دیدارهای رسمی برخی از نمایندگان دو طرف در دوحه شنیده شده است و نیز دو طرف رهایی زندانیان را نشانه از سرگیری این گفتگوهای صلح گفتند. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.